بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بل ان اعدائهم من الان قلا قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید و روز و شب رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. آماده باشید تا انشالله امشب در این شب جمعه مهمون خونه های شما باشیم، در این شام جمعه. البته حالا تصحیح بکنم عرض خودم رو، در این شام جمعه، روزی که متعلق بود به آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، از کربلای معلا انشاءالله مهمون خونه های شما هستیم. عطر و بوی کربلا رو برای شما به ارمغان میاریم و در قالب برنامه سرزمین عشق انشاءالله میریم کاسه گدایی و ادب و احترام خودمون رو در به خانه اهل بیت اصلاح و طهارت میبریم تا انشاءالله بر ما منت بگذارند و از معارف خودشون ما رو سیراب بکنن. اجازه بفرمایید ابتدای برنامه عرض سلام داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ جواد خانی آرانی، که افتخار داریم در استدیوی سرزمین عشق، استدیو بین الحرمین شبکه امام حسین علیه السلام در خدمتشون هستیم و انشاءالله با حضور ایشون برنامه امشب رو آغاز بکنیم. آقای خانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیر وقتم. علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانا و همه بینندگان در سرتاسر جهان پهناور و دعاگوی همه عزیزانم بوده و خواهیم بود انشاءالله. خدا حفظتون بکنه انشاءالله. اجازه بفرمایید در این ابتدا و اولین قسمتی از برنامه سرزمینش که در خدمت شما هستیم به روی پا بایستیم، با صدای گرم شما عرض ادب بکنیم خدمت این دو نور گرانبها به نیابت از بینندگان و بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. بفرمایید. السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام عليك وعلى أولادك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. بله، همینطور که خدمتتون عرض کردم شام جمعه است و بالاخره روز جمعه، روز آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و ما هم در شبکه امام حسین علیه السلام حقیقتا افتخار میکنیم از اینکه برنامه های این شبکه رو مزین میکنیم به نام نامی این ذوات مقدسه. افتخاری است که نصیب ما و شما بینندگان عزیز میشه که حقیقتا این ساعت از وقت و زمان خودمون رو اختصاص بدیم به اهل بیت عصمت و طهارت. در طول روز خیلی کارها، صحبتها انجام میدیم. خب خیلی از شما بینندگان عزیز شاید در طول روز هم با برقراری مجالس اهل بیت یا رفتن به زیارت اهل بیت اون رو هم اختصاص داده باشید به اهل بیت عصمت و طهارت و کسب معرفت. امشب هم دیگه حالا به نوعی دوباره یک توفیق اجباری هست، که چه توفیق از این بهتر که باز هم وقتمون رو بگذاریم و نسبت به این ذوات مقدسه انشاءالله معرفت بیشتری کسب بکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم و قبل از برنامه با حاجی خانی آرانی راجع به موضوع برنامه صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بهترین موضوع برای شام جمعه صحبت کردن در مورد خود آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا است. اجازه بفرمایید بحث امشب رو و کلام امشب رو حاجی خانی شروع بکنن و راجع به امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف بحث و موضوع امشبمون رو آغاز کنیم. حاجی خانی در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین،
و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. مهدی جان، تو با یک جرعه آب زندگانی مرا حمد حیات جاودانی، منم مشتاق دیدار جمالت، مگو با من جواب لنترانی. در خدمت هست. خدمت از ماست، خدا حفظتون بکنه. در این بیتی که خوندید، در این حالا شعری که خوندید، بحث حیات جاودانی رو مطرح کردید. اتفاقا فکر میکنم از همین جا مطلع کلاممون باشه که راجع به زندگانی آقا بقیت الله العظم و عمر مبارک حضرت، گاهن ما میبینیم که اشکالات و شبهاتی وارد میشه و اصلا ایراد میگیرن به شیعیان، یعنی کل مذهب حقی تشیع رو زیر سوال میبرن، به خاطر اینکه شیعیان معتقدن که آقا امام زمان الان حی زنده و حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند و حتی در بین مردم در حقیقت حرکت میکنن و این ناشناس هستند. بحث عمر حضرت رو چطور میشه از مبانی و در حقیقت اون منابع مختلف اثبات کرد، حالا که عمر متوسط مردم بالاخره 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال هستش در خدمت هست؟ بله، یه بخ مستشکل یا به تعبیری ایراد کننده غیر مسلمانه، یه وقت مسلم. بله، نتیجتا اونهایی که غیر مسلم هستن باید جوابهایی داد که از نظر علوم روز جهانی مورد تأیید باشه. درست. که خب معمولا اونها با ما کار ندارن، خیلی هم اونها اشکال چندانی به ما ندارن، مشکل در همین تیپ مخالف ماست، مخصوصا در باب حضرت حجت علیه السلام نسبت به پدر بزرگوارشون، مادر مکرمهشون. بله. و یکی هم راجع به عمر این بزرگوار هست که مستحضر هستید حضرت در سال 255 متولد شدن و الان در 1440 خورده سال نزدیک 1200 سال از عمر مبارک حضرت گذشته. در واقع طرف مقابل ما همین عامه هستن، مخصوصا در شبکه هاشون راجع به عمر حضرت و اصلا راجع به وجود حضرت و وجود مادری چون نرجس مرتب دارن شبه پراکنی میکنن. یه شاخه هم همون مسئله عمر مبارک هست که عرض خواهیم کرد. در خدمت عزیزی زنده باشه انشاءالله. این خدمت عرض بکنم، افرادی که اشکال جویی میکنن، خب در قرآن به چه صورت میشه بهشون پاسخ؟ اگر بخوام از طریق قرآن پاسخ بدیم به همین کسانی که ادعای مسلمانی میکنن ولی خود رو در حقیقت پیرو سنت ابوبکر و عمر میدونن. آیات عدیدی در قرآن الحمدلله وجود داره که دال بر این مطلب هست و انسان میتونه از این آیات پی ببره که خداوند تبارک و تعالی همون که این قدرت را به حضرت داده به عمر طولانی. آیاتی که در قرآن وجود داره، ما شاید این مجلس کفاف کل آیات را به ما نده، یه آیه در سوره بقره براتون عرض میکنیم، آیه 259 بزرگترین سوره قرآن سوره بقره. آیه رو من ابتداعاً عرض میکنم که انشاءالله عزیزانی هم که پای گیرنده نشستن حتما آیه رو ببینن، چون هم نور چشمشون زیاد میشه و هم به آیه توجه کامل داشته باشن. این آیه بسیار بسیار لطیف و ببینیم دلالتی که از این آیه انشالله بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
او کالذی مر على قریه و هی خاویه على عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبست؟ قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. یه ترجمه کوتاهی داشته باشم برای عزیزانم. ابتدا این آیه مستظهر هستید با کلمه او که از حروف عاطفه شروع شده، در واقع عطف است به آیه 258 این سوره که ماجرای احتجاج و محاجه حضرت ابراهیم با نمرودی که ادعای سنجینی داشت. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، خب عزیزان باید توجه داشته باشن این حاج ابراهیم رو به قول اون آقا حاجی ابراهیم خونده بود، نه حاج ابراهیم فی ربه. بعد این آیه رو که خداوند مطرح فرموده، عطف بر اون آیه او کالذی مر علی قریه، آیا ندیدی اونی که مرورش افتاد به اون قریه، حالا یا عزیر بوده یا ارمیا، و هی خاویتون علا عروشه ها، در حالی که سقف و دیوار این خونه همش ریخته، مردمانش مرده. قال انا یحیی هذه الله بعد موته ها، چگونه خدا این مرده هایی که اینجور روی زمین ریختن مثل برگ خزان، چطوری اینها رو داره زنده میکنه؟ فاماته الله 100 عام، خدا او را میران، یعنی مردنش 100 سال طول کشیده. ثم بعثه، بعد احیاش کرد. بعد سوال کرد کم لبست، چقدر اینجا موندی؟ قال لبست و یومن او بعضه یوم، چون اینکه با آب تردید آورده، نگاه به فضا و افق زمانه خودش انداخت، چون داره اماتز میراندن صبح بوده، احیا تنگ غروب بوده، دوچار شک و تردید شد که یه روز بوده یا نه بیشتر از کمتر از یک روز، نصف روز بوده. قال بل لبست 100 عام، خداوند، البته تکلم خدا با حضرت موسی علیه السلام هم همینه، ایجاد صوت میکنه، گفت نه شما 100 سال اینجا درنگ کردی، نه نگاه کن به این طعام، نگاه کن به این نوشیدنی که اصلا تو این 100 سال تغییر نکرده، از اون طرف نگاه کن به اولاغت. ما ای پیغمبر خدا، حالا عزیر بوده یا ارمیا، ما میخوام تو را نشانهی قرار بدیم به قدرت خودمون، و برای جهان رستاخیز ما این قدرت رو داریم که مردم رو از پس مردن یه بار دیگه اینا رو برانگیزیم. باز ونظر الی العظام کیف ننشزها، نگاه بکن به این استخونه این حیوان، چون الاغه پودر شده بود، حالا نگاه بکن اون طعام و شراب لم یتسنه، ولی استخون این زبون بسته رو ببین، کیف ننشزها، چطور ما این گوشت ها رو روی همدیگه سوار میکنیم، ثم نکسوها لحما، به اون گوشت میپوشونیم.
این کار انجام شد، اونم نگاه کرد دیگه. وقتی گفت نگاه کن، سبحان الله، قطعا نگاه کرده، منظره جالبی داشت میدید. فلما تبین له، وقتی این منظره براش با دو دیده چشم سر رؤیت شد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. البته این فقره اخیر به صورت امری هم خونده شده، قال اعلم، یعنی حضرت ارمیا یا عزیر به خودش گفت بدان. اعلم و خب متکلم وحده است، فعل مضارعه، ولی اعلم فعل امره، یعنی به خود خودش خطاب کرد، بدان که ان الله علی کل شیء قدیر. خدا بر هر کاری قدرت داره. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. و طبق این بیانی که فرمودید، یکی از پیامبران خدا در مسیری که حرکت میکرده بر، یعنی من اگه بخوام دوباره تکرار بکنم، بر مجموعه‌ای یا ساختمان یا شهری عبور میکنه که تمام افراد او مرده بودند. خب پیامبران خدا عموماً وظیفه راهنمایی و هدایت مردم رو دارن و در اعتقاد شیعه پیامبران معصوم هستند. من سوالی که میخوام از سوالی بپرسم این هستش که آیا حضرت عزیر یا ارمیای نبی با این سوال، آیا شکی در روز رستاخیز و زنده کردن مردگان توسط خدا داشته یا دلیل دیگه ای داشته این سوال او و در حقیقت اجازی که خدای عزوجل به او نماید؟ سوال بسیار جالبیه. اصل سوال یا به تعبیر استفهام به دو قسمت تقسیم میشه. استفهام یه وقت استفهام حقیقیه، یه وقت استفهام میگن استفهام مجازیه. استفهام حقیقی مثل الان زائری که مشرف میشه میگه آقا حرم از کدوم طرف باید بره، ما میفهمیم که این بنده خدا حرم رو گم کرده، واقعا این جاهله. گاهی نه، استفهام به جهل نیست، مطلب براش واضحه. حضرت عزیر هرگز به جهان رستاخیز و احیای موتا و مردگان هرگز در تردید و شک به سر نمی برده، از باب تعجبه. شما برگردید به آیه دیگه در همین سوره، کنار همین آیه که در واقع آیه بعد همین آیه که ما الان به عنوان دلیل میخوام به کار ببریم، آیه 260، حضرت ابراهیم که معلم توحید بود صلوات الله علیه، ایشون هم همین کار رو کرده که وقتی به پروردگارش عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. من اصلا دلم میخواد اطمینان قلب پیدا بکنم. حالا اطمینان قلب یه مثال عرض میکنیم، تمام مردم مسلم اعتقاد به وجود کعبه دارن. بله، اعتقاد به وجود کعبه دارن، ولی دیدن اون یه چیز دیگر است. درست. که من ابراهیم دلم میخواد اصلا ببینم چطوری این مرده ها که پودر شده، خاک شده، اصلا نیست شده، شاید چند هزار سال از مرگ این مرده گذشته، چطور دوباره سر پا میشه؟ لذا خدا فرمان داد اون چهار پرنده رو بگیر بکش و نشون داد. پس این استفهام هم جناب ابراهیم علیه السلام هم جناب ارمیا یا عزیر از باب استفهام جهلی یا تردیدی نبوده، اصلا تردید در کار نبوده، مسئله تعجب نسبت به قدرت پروردگار تبارک و تعالی. احسن، بسیار عالی. یه بحثی هم هست حالا داخل همین داستان، خیلی اتفاقا نکته بسیار ظریفی رو هم داره، اون طعام و شرابی که این پیامبر خدا با خود به همراه داشته و در طول این 100 سال دچار آسیب یا پوسیدگی یا فرسودگی نشده، اون اشاره به چی داره؟ آیا منظور هم طعام و شراب عادی هست یا نه معنای دیگه پشتش وجود داره؟
غالب اهل تفسیر اشاره کردن به طعام و شراب، یعنی نوشیدنی، نه شراب معهود ذهن مردم. حضرت عزیر شراب خور نبودند و شراب نوشیدنی آبی یا شیر. اونی که خیلی مهم هست، چه طعام چه شراب، هر دو از چیزهایی بوده که زود در معرض فساد و خراب شدن بوده، که نوع اهل تفسیر دارن که اون یا انجیر بوده و انگور، این میشه طعامش. اون عجیبه که این طعام بعد از 100 سال فاسد نشه. انجیر، انگور، هر دو از چیزهایی هستن که زود در معرض فساد. نوشیدنی این بزرگوار هم شیر بوده، که هر دو، چه طعام چه شراب، زود در معرض تخریب و خراب شدن هستند. ولی آیه اینجوری تصریح کرده: فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه. تسنه ما از نظر ریشیابی دو جور میتونیم وارد بشیم. یه قسم اینه که این های آخر لم یتسنه جزء ذات کلمه است، یعنی این از کلمه سنه یسنه و در واقع سنهن، مثل علمه یعلم و علمن. خب اگر اینجوری باشه، سنه یعنی سال، به. لم یتسنه یعنی گویا اصلا سال بهش نخورده، نگذشته. انگار به. الان اون انگور از درخت چیده شده، یا اون انجیر یا اون شیر از پستون اون حیوان تازه دوشیده شده. این لم یتسنه، این یه معنی. اگر از این سنه باشه، ها جز ذات کلمه است. نه. نه، اگر از کلمه سننه گرفته شده باشه که مضاعف باشه، اونها میشه های سکت، یا میگن های استراحت، مثل سلطانیه، مالیه، کتابیه. یعنی ها دیگه مال خودش در واقع نیست. لم یتسنه، چه بیان اول باشه چه بیان دوم باشه، یعنی سال نخورده یا متغیر نشده. همون شکل و شمایلیه که از درخت چیده شده یا از پستون اون حیوان دوشیده شده، اینقدر زمانه روی اون تأثیر نگذاشته. بسیار عالی. خب حالا ما بحثمون وارد این مجرا شد، من راجع به ادامه آنچه بر این پیامبر خدا گذشت دوست دارم بپرسم. شاید بینندگان عزیز هم کنجکاو باشند که خب خدای عزوجل فرمود برای نجعلک آیه، یعنی قرار بود که آنچه بر این پیامبر خدا گذشت آیه و نشانه‌ای بر قدرت خدا بر رستاخیز و زنده کردن مردگان باشه. آیا این پیامبر خدا بعد از 100 سال مردن و بعد زنده شدن به نزد قوم و اهل و عیال و کاشانه خودش رفت و در اونجا چه برخوردی باهاش شد که حالا آیه تبدیل به آیه بشه برای ما؟ بله، اتفاقا تو اون بیابون که خدا احیاش کرد، سر پا واساد، خب الاغ هم که دوباره گوشت و پوست و استخون به جای خودش برگشت، نشست به همون الاغ گذشته خودش، راهی شد به دیار و شهر خودش. ولی خب غالب اون مردم مرده بودن دیگه، 100 سال یه روز دو روز نیست. یه چیزایی مردم شنیده بودن که عزیر از این شهر رفته، دیگه هم بر نگشته. کجا رفته دیگه نفهمیدن که آخر و عاقبت جناب عزیر یا ارمیا چی شده. درست. الان که وارد شهر شد، زیر بار ادعایشون نرفتن. اما چطوری ثابت بکنه که من همون عزیرم؟ میگن اون زمان تورات را هیچکی جز حضرت عزیر حافظ نبوده. شروع کرد تورات را از بر برای اونا خوندن. وقتی این آیات را یا کلمات تورات را برای این مردم خوندن، این نشانه بود که من همون عزیریم که رفتم، قصه منم اینجوری شده و رفتم، خدا قرار شده که من را آیه قرار بده، شما اطمینان پیدا کنید که بعد از مرگ خدا شما را زنده خواهد کرد. ببینید خدا من را زنده کرده. بله، از اینجا به بعد زیر بارش دیگه کم کمک رفت. بسیار عالی. خب
این آیه و انتخاب این آیه برای بحث امشب، چون ابتدای بحث ما راجع به عمر طولانی آقای امامزاده و اشکال و شبهه‌ای که مخالفین بر شیعیان میگیرند شروع کردیم، دوست دارم ارتباط این آیه با بحث طول عمر آقای امامزاده رو هم بیان بفرمایید که استفاده کنیم. بله، اتفاقا این سوال خیلی به جا و اصلا نبض کلام و این آیه تو همینه. آیه زو وجوه، از وجوه عدیده میشه این آیه رو انسان از اون استفاده ببره، ولی یکیش همین راجع به عمر حضرت مهدی صلوات الله علیه. ببینید عزیزان من هم توجه داشته باشن، عمر انجیر و عمر انگور دو تا میوه‌ای که اینها زود فساد در اینها ایجاد میشه، و عمر شیر، لذا این شیرهایی که الان میدن دست مردم نوعاً با مواد نگهدارنده است. حتی کنار مغازه هاشون نگه میدارن، زیر آفتاب هم هست، به جای توی یخچال سرد گذاشته در مغازهش، آفتاب هم میخوره ولی هیچیش نمیشه به برکت اون مواد نگهدارنده که بعد ما چی میشیم خدا میدونه. اون شیر رو نگه میداره ولی بعد ما رو داره نابود میکنه. غرض خود شیر به خودی خود خالی از اون مواد افزودنی، یا انجیر و انگور خالی از اینی که به یخچال یا سردخونه انسان نگه بداره، عمر چندانی نداره. قطعا این انجیر، این انگور و این شیر سه تا چیزهایی که زود فساد در اون راه داره، در وسط بیابون بوده، برف داشته، بارون داشته، سرما گرما داشته، اشعه خورشید دائم داشت میتابید. عمر این سه تا طعام و شراب اینا حدوداً باید یه شبانه روز دیگه بیشتر نباشه دیگه. این نص آیه قرآنه که ونظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه. اون باز نگاه کن به الاغت، اون الاغ با اون هیکل زمخت و سنگینش اون رفته، ولی اون انجیر و اون انگور و اون شیر در وسط اون بیابون دست خورده بخوریم. 100 سال یعنی 100 تا 365 روز که اگر ما عمر این سه تا مواد را یه روز حساب بکنیم میشه 36500 برابر. یعنی حداقل اون شیر باید تبخیر میشده دیگه، حالا اصلا تموم میشد دیگه. اون 100 سال خیلی زیاده برای این سه تا میوه و اون نوشیدنی طعام و شراب. 100 تا 365 روز میشه 36500 روز. شما بفرمایید اینا در اون بیابون دو روز امکان نگهداریش بوده، خدا اون را 100 سال نگه داشته، یعنی 18000 برابر. حضرت مهدی علیه السلام سال 255 متولد شدن، الان که 1440 خورده ای هست، یعنی نزدیک 1200 سال حضرت عمر کرده. خدا عمرش را بلند، غیبتش را کوتاه بگرداند. طبیعی عمر که 100 سال، اینو که دیگه مردم انکار نمی کنن. بله، میتونه باشه. بگن مشت حسین الان 100 سال عمر کرده. میگن خدا عمرش بده باز. الان 12 برابر شده عمر حضرت. اگر 100 سال حساب بکنیم. میشه 12 برابر. عمر اون انجیر، عمر اون انگور، عمر اون شراب نوشیدنی شیر شده 36500 برابر. 12 برابر تا 36000 خوردی چقدر تفاوت داره. حرف در اینه که اونا ممکنه برگردن در جواب ما بگن اون شیر را و اون انجیر را و اون انگور را خدا نگه داشته. بله، ما هم حرفمون همینه که حضرت که خودش رو نگه نداشته، اصل وجودش از آن اوست، بعد بقای عمرش هم از آن اوست،
هم وجود داده و هم عمر داده. شما که دارید شبه می اندازید چطوری میشه یه نفر 1200 سال عمر بکنه؟ شما این آیه رو دست کنار گوش میگذارید میخونید، آیا توجه کردید این آیه را که وقتی فرمود وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، یعنی 36500 برابر عمر این سه تا مواد را ما افزایش دادیم. این قائل میشی شما، چرا؟ چون قدرت مال خداست. اما وقتی نوبت شد به جان جانان، قطب عالم امکان، حضرت صاحب العصر و الزمان، هم مگه میشه؟ خدا داده، وقتی خدا داد بله همه چیز شدنیه دیگه. در خدمت. بسیار عالی، خیلی ممنون. بنابراین با توجه به این مسئله که عمر آقا بقیت الله العظم 12 برابر، حالا اصلا بگیم 14 برابر یا 15 برابر عمر یک انسان معمول طبیعی هست و عادی هست، آیا هنگام ظهور آقا بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف سلام با شمایل یک انسان کهنسال و پیر و حالا فرتوت آیا ظاهر میشن، یا اینکه نه همچون اون طعام و شرابی که حالت لم یتسنه بود، حضرت هم اون سال گذر سال و عمر بر چهره و شمایل مبارک حضرت نمایان نخواهد شد؟ بله، سوال جالبیه. ما یکی از القابی که داریم به حضرت و نوعنم با این لقب حضرت را میشناسیم و ندا و صدا داریم که صاحب العصر و الزمان. و الزمان باید توجه داشته باشیم، صاحب العصر و صاحب زمان، ما در چنگال این زمانه قرار گرفتیم. لذا یه روزی بچه بودیم، بعد نوجوان شدیم، بعد جوان شدیم، بعد میریم آروم آروم به طرف پیری و اون کهنسالی. ولی مولای ما امام زمان علیه السلام صاحب زمانه، تا اونجایی که خودشون صلاح دیدشون بوده زمان در او تأثیر گذاشته، یعنی از بچه قنداقه بودن خارج شده، کم کمک راه افتاده، کم کمک محاسن به صورت مبارکشون رویده شده، کم کمک نوجوان و جوان شده، بعد روی اون جوانی دیگه الان باقی مونده. شاید ذهنیت این مردم این باشه که الان وقتی حضرت ظهور بفرمایند که الان میگیم یه انسان 1200 ساله، قطعا این محاسن سفید، یه عصایی هم به دست، مثلا کوج پشت و اینجوری دارن وارد میشوند. اما هرگز یه چنین تصوری رو ما نباید داشته باشیم. برای اینکه این ذهنیت از ذهن ما خارج و محو بشه، یکی دو روایت براتون عرض میکنم. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه در اکمال الدین، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 51 به صورت کامل، در 52 به صورت تقطیعی این روایت را نقل کرده، ماجرای صلح آقا امام حسن علیه السلام را مطرح کرده. چون میدونید این صلح امام حسن علیه السلام به اونایی که کم معرفت یا بی معرفت بودن، حالا ما اون روز نبودیم ببینیم اگر ما می بودیم چه کار می کردیم. حالا این واژه صلح رو هم اگر اجازه بفرمایید آتش بس در حقیقت تعبیرش بکنیم حالا... که خون مسلمانان ریخته نشه، چون صلحی حضرت با معاویه عملا نشده، ولی اصطلاح روایش همینه. یه عرض کنم که بزرگی داشتیم، ایشون مرتب می فرمود من خیلی خوشحالم که صدر اسلام نبودم، چون اگر می بودیم معلوم نبود ما هم چند مرد حلاج بودیم. بله بله. الان همینجور داریم به اونا اعتراض میکنیم، ولی خب قهرن اینا معرفتشون یا نبوده یا کم معرفت بودن. بله. تا جایی که به مولا امام حسن علیه السلام گفتن از سلام علیک یا مذل، این خیلی سخت بود برای آقا. بله. ببینید حضرت چه جوابی مطرح کرد، فرمودن این کار من مایه خیر برای شما شیعیانه،
شما نمیدونید من امام مفترض و تایی شما هستم. خداوند فرموده ولات امر را اطاعت بکنید. چه بسا پس پرده ها را شما اطلاع ندارید. حتی اون که موسی کلیم بود به کار حضرت خضر ایراد گرفت نسبت به کشتن اون بچه، بله، یا اقامه اون دیوار یا سوراخ کردن اون کشتی وقتی که اسرار را پرده برداشت. این مطلب همین جوره. من این کاری که براتون کردم پشت پرده داره، شما از پس پرده ها بی خبری. آیا نمیدونید که از ما ائمه این ولات ظالم و جائر بیعت گرفتن؟ ما تحت فشاریم. تمام ما 11 امام علیهم السلام در بیعت طاغیان به سر میبریم، جز یکی از ما که اون حضرت مهدی علیه السلام با هیچ کی بیعت نداشته. اون کیه؟ غرضمون این حدیث خیلی طولانی و پرثمره، یه گوشش رو ما میخوام عرض کنیم که شاهد بر سوال حضرت عالی باشه. فرمود همو که یسلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه. حضرت عیسی علیه السلام با کمال افتخار پشت سر آقای ما اقتدا میکنه، که خداوند ولادت و شخصش رو فرمود از چشمها مخفی کرده تا بیعتش برای هیچ یک از این طاغیان نباشه زمانی که از پس پرده خارج میشه. غرض این کلمات ذاکه اتاس او من ولد اخی الحسین، اون نهم عزیز از فرزندان داداشم برادرم آقای امام حسین علیه السلام، ابن سیدت الاما، یطیل الله عمره فی غیبته. از اون ابتدا ایشون رو نسبت به اطاله عمر خبر داده بودن. این خبر آقای امام حسن مجتبی علیه السلامه. یطیل الله عمره فی غیبته. این مسئله عمر که پیشا پیش ائمه ما خبر دادن. ثم یظهره بقدرته فی صورت شاب. بعد که ظهور پیدا می فرماین در شکل و شمایل یه جوان که دون 40 سنه، زیر 40 سال. چرا؟ لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر. یعنی این روایت هم دلالت بر عمر حضرت پیشاپیش و هم پیر نمیشه این بزرگوار، به صورت جوان در بین مردم ظاهر خواهد شد. روایت دومی داره باز صاحب اکمال. ما تقریبا اگر اشتباه نکنم 10 دقیقه هم تا پایان برنامه فرصت داریم در خدمتیم. عن الحروی، همون اباسط یا زبون مردم ما که میگن خواجه اباسط. عن الحروی قال قلت للرضا علیه السلام، چون ایشون رفت و آمد زیاد با آقای امام رضا علیه السلام داشتن. روایت اون لقب حضرت داره که باید سر پا بیستیم. من به اجازه خود حضرت زحمت نمیدم، به عزیزانم به کلمه صاحب برمیگردونیم، ترجمهش رو همون میاریم. عرضه داشتم ما علامت صاحب علیه السلام، ما علامت صاحب علیه السلام منکم اذا خرج. آقا اون علامت و نشانه اون قیام کننده از شما خانواده زمانی که خروج داشته باشن و ظهور داشته باشن چه نشانه و علامتی در دست هست؟ قال علامته ان یکون شیخ السن و شاب المنظر. سن بسیار بالا ولی در شکل و شمایل یه جوان، حتی تا جایی که بیننده گمان میکنه این آقا ابن 40 او دونها، 40 یا زیر 40. تا الان که نزدیک 1200 سال این ذهنیت باید از ذهن ما خارج بشه که ایشون پیر نیست، محاسن سفید نیست، کوچ پشت و عصا به دست نیست،
ابن اربعین او دونها و ان من علامته ان لا یحرم بمرور الایام و اللیالی علی. این که عرض کردم ایشون صاحب العصر و زمان هست، یکی از علائم اون بزرگوار در اینه که لا یحرم، پیر نمیشه، به گذشت شب و روز پیری در او تأثیری نداره، حتی یعطی عجلو، نه تا زمان ظهور حضرت. این نکته بسیار جالبیه. باشه ما قبول کردیم آقا تشریف بیاورن، حول و حوش 30-40 سال سن مبارک نداره نشون میده. خب بعد که ظاهر شدن دیگه از اینجا به بعد آروم آروم زمانه روی اون تأثیر و اون را تغییر نه حتی یعطی عجله، تا حضرت از دار دنیا بره با همین منظر و با همین هیکل باقی میمونن. روایت بعد رو باز نگاه بفرمایید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ولی الله یعمر عمر ابراهیم الخلیل 20 و 100 سنه. حالا عمر حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی بیشتر از اینا گفته شده، ولی خب علمای و محدثین ما در صدد جواب اومدن که ولی خدا یعنی حضرت مهدی علیه السلام عمر داره، عمر حضرت ابراهیم، عمر حضرت ابراهیم تصریح میکنه 120 سال، الان شده 1200 سال، 10 برابر شده. بعضا اینجوری تعویل کردن که ممکنه زمان اون حکومتشون باشه. و یظهر فی صورت فتن موفق ابن 30 سنه، اون در صورت یه جوان ظاهر میشه موفق. موفق از این کلمه نیست میگن فلانی موفق به فلان کار شده، نه، موفق یعنی یه اعضای متعادل داره. شما میدونید یه انسانی که پیر شد گوشش کر میشه، چشمش نابینا میشه، دندوناش میریزه، زانوش پلاتین میگیره، قلبش باتری میگیره، چه میدونم دیگه، سن که اومد بالا میگن ابول دردا شده. نه نه، این موفق یعنی بدنشون صحیح و سالمه. ابن 30 سنه یعنی در ابتدای جوانی نیست، که مثلا حول و حوش 20 سال باشه، درست. انتهای جوانی هم نیست که مثل 50-60 ساله باشه، نه، فرمود تقریبا این روایاتی که برای ما الان رسیده دست به دست هم بدن میشه بین 30 تا 40. اگر بخوام همینجوری یه ذهنیتی پیدا بکنیم، حضرتشون روی این سن داره دور میزنه. یه روایتی دیگه باز داریم از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، باز این کلمه لقب خاص حضرت که من به اجازه خود حضرت که زحمت ندم به عزیزانم، فرمود لو خرج صاحب علیه السلام لقد انکره الناس. این دیگه خیلی عجیبه، وقتی حضرت اون سن رو که تا الان شده 1200، انشالله از ساعه، ولی چه میدونیم زبانم لال، ممکنه همین 1200 سال باز تکرار بشه، خدای ناکرده، و کرات و مرات اینا تکرار بشه. وقتی بره روی اون سالیان سال الان ظهور فرماین ببینن یه انسان 30-30 و چند ساله، لقد انکره الناس، منظوم دارن میگن نه بابا این اون نیست. یرجعو الیهم شابن موفقا، به صورت جوان معتدل صحیح و سالم میاد. فلا یلبس علیه الا کل مؤمن اخذ الله میثاقه فی الذر الاول. معلوم میشه خیلی از اینایی که میگن یبن الحسن کجایی، کی میشود بیایی، داد از غم جدایی، اون موقع شونه خالی میکنن از زیر بار بیعت، میگن نه، این مگه اونایی که فرمود ایمان
در عالم زر اونجا تثبیت شده باشه که این از پیروان خاص حضرت هست. یه روایت دیگه بس باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام و این من اعظم البلیه، بزرگترین امتحان اینه، ان یخرج الیهم صاحبهم شابا، به صورت جوان ظاهر میشه و هم یحسبونه شیخا کبیرا، در حالی که در قوه مخیلشون یه انسان پیر در نظر گرفته بودن در خدمت. احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم. در این دو سه دقیقه پایانی من فقط اگر اجازه بفرمایید اشاره بکنم به این مسئله که در حقیقت حدیثی که میفرماید مسئله امام مسئله کعبه است، یعطا ولا یعطی. آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم که امام زمان ما هستند، این که حالا در دعا میگیم یبن الحسن کجایی، کی میشود بیایی، اجازه بفرمایید ما بگیم که ما این رو نمیگیم، ما میگیم یبن الحسن کجایی تا ما به سمت تو بیاییم. حقیقتا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستند، ظاهر ناظر و حاضر هستند. این ماییم که از وجود حضرتشون غائب هستیم، ما این که از در حقیقت نشستن در جلسه درس حضرت غائب هستیم و ما این غیبت کنندگان حقیقی و گناهکاران حقیقی و حضرت حاضرند و اگر نبودن همچون خورشید پشت ابر امور دنیا رو در حقیقت رتق و فتق نمی کردن. خیلی ممنونم حاجای خانیارانی، بسیار بسیار استفاده کردیم. انشالله که ما شما همه بینندگان عزیز از یاران حضرتش باشیم و ظهور بابرکت و مبارک حضرتش رو انشاءالله به چشم سر ببینیم و از یاران حضرتش باشیم. اگر اجازه بفرمایید بس که به اینجا رسید، من با دعای در حقیقت سلامتی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برنامه رو به پایان برسونم تا انشاءالله فردا شب با موضوع دیگه در خدمت شما باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین. بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید. التماس دعا و یا علی. از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان،